تنها زنی که در سمنگان به شدت سنتی و مذهبی دست به فرمان است. صدیقه با نشستن در صندلی راننده باور بسیاری را نسبت به زنان به چالش کشیده است. برای ما متوجه میشه باز دیگه چند تا دیگر خبر میکنه، میگه سک 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 اونو خانم رو درایف میکنه. اگر جوان ها هم از همچنان، اطفال هم از همچنان، ما بسیار با حوصله مندی کوشش میکنم، یگان وقت یگان جای موتر خود استاد میکنم، اما کسایی که گپ زده تمسخر کرده استاد کردیم بیا گفتیم پیشم. این باور که زن باید پشت حصارهای بلند خانه باشند نه در جلوی چشم جامعه. او مأمور حکومت در این ولایت شمالی افغانستان است. گرچه سمنگان ما یک ولایتی است که ایره به نام ولایت درجه 3 یاد میکنند، واقعا خانوما نسبت به دو دهه گذشته فعلا خیلی رشد کرده، خیلی سطح آگاهی مردم بالا رفته، زنا بالا رفته و همو حق و حقوقی که قانون برشان داده، شریعت اسلامی داده، اینا همو جایایی که واقعا به صدای خانوما رسیدگی میشه، خانمای سمنگان خوشبختانه از اینا آگاهی پیدا کرده. فعالیت صدیقه در میان مردم غوغا برپا کرده است. صدیقه مرادی را زنان سمنگانی که هنوز هم با تابوهای زیاد دست و پنجه نرم میکنه قهرمان خطاب میکنه. زنی برخواسته از میان زنان سمنگان که با تابوها و سنتهای زیادی نه گفته و رهگوشای زنان سمنگانی است. پس از صدیقه زنان دیگری هم برای رانندگی تمایل نشان دادند، اما راه سخت و پردرد سر است. یکی از علاقمندان سخت که خودم هستم که کورسش را تعقیب کردیم و زیاد علاقمند بودم، چند سال است که مطب تلاش دارم باید خودم هم درایف کنم، از اینکه فامیل یک ذره مشکلات که داریم اجازه نمیتن. اولین آرزوی من رانندگی در ولایت سمنگان است که متاسفانه دخترها زیادتر نمیتونن که در ولایت سمنگان به طور آزادانه درایف کنن. در هر ولایت یک شانس صدیقه همراهی همسرش بوده است، یا دست کم او مانع رانندگی صدیقه نشده. از نگاه شریعت هم فکر نمیکنم گفته باشه که خانم درایف نکنه. ما در اینجا خانمایی را سراغ دارم که اینا بالای مرکب سوار میشن، بالای اسب سوار میشن. بالای مرکب و اسب چندان مستور هم نیست، پوشیده نیست و این موتر خودش یک حجاب است. با این همه زنان ولایت سمنگان جایگاه نسبیشان را محصول 18 سال زندگی در سایه دموکراسی و آزادی عنوان می کند. قدیر بیات، ایران اینترنشنال، ولایت سمنگان.